کتاب نادر فاتح دهلی. امام قلی پسرش نظر را دید که در جلوی همه بر اسبی نارنجی سوار است، سر بریده ای را به جلوی زینه اسبش آویخته و پیر مردی خندان و مسرور نیز بر روی شتر نشسته و از عقب او مثل آنکه وزیر و مشاورش می باشد می آید. همچنین زنش زبیده را دید که او هم بر روی شتری سوار است. خوشحال و شادان با مردمانی که پیاده در جلو و عقب آنها ساز و دهل می زنند صحبت می نماید و گهگاهی نظر را به آنها نشان می دهد. آنچرا می دید باور نمی کرد که در بیداریست یا خواب با خود می گفت. یقیناً این وقایع را من در خواب می بینم. بسیاری از زنان و کسانی را که در کپکان می شناخت سوار بر اسب و اولاغ می دید که هر کدام سر بریده ای را به جلوی پالان یا زین اسب و یا جهاز شترها آویزان نموده بودند. بابا علی بیک را مشاهده کرد که به اتفاق دخترش گوهرشاد و ریش سفیدان به جلو و استقبال آن قافله شتافته و در مقابل اسبی که نصب آن سوار است خوش آمد می گوید. پسرش را می دید که مانند سرداری که در جلوی سپاهش با جلال و کبکبه و تومتراخ سوار باشد، یک دستش را به کمر زده و با دست دیگر دهنه اسب را کشیده و با رئیس ایل صحبت می نماید. و بعد موهای زلف آن سر بریده را که به قرپوش زین اسب آویزان بود گرفته و آن را به بابا علی بک نشان می داد. هر کس چشمش به آن سر می افتاد از وحشت می لرزید، چون پلک های چشمان آن سر باز مانده و سفیدی های چشمانش نمایان بود. همچنین از وسط دندان ها زبانش در آمده و سبیل های دم عقربی که از دو طرف دهانش راست به پایین افتاده بود به زودی او را می شناسایید که از طایفه ازبک است و از اثر شکستگی ها و جای زخمایی که در پیشانی و صورتش باقی مانده بود که آن سر از یک نفر ماجراجو و راهزن خونخوار است. گوهرشاد دختر بابا علی بیک را که هیچ وقت از قلعه خارج نمی شد بدید که در دنبال پسرش متوجه زبیده مادر نظر است. به اون نزدیک شد و با هم مشغول صحبت شدن. معلوم نبود چه اثری در وجود آن دختر است که هر وقت چشمش به قد رعنای او می افتاد تمام غم و المی که در دل داشت زایل می گشت. تمام ناامیدی هایش پس از زندگی مبدل به امیدواری می گردید و چون آن دختر باز با زبیده مشغول صحبت گردید می خواست از تعجب و حیرت فریادی بکشد و بگوید این چه اوضاعیست که من می بینم؟ نظر و مادرش چه ارتباطی به این هنگامه دارن؟ اما کسی در آنجا نبود تا جوابش را بگوید. از تعجب در روی آن سنگ حرکتی نمود به نوعی که توازنی که سنگ آسیا داشت به هم خورد. مانند چرخ اراده ای که بر روی زمین به غلطت غلطید و امام قلی از بالای آن محکم بر روی زمین های لیز و چسبناک افتاد. نزدیک بود پایش بشکند، با اینکه دیگر در جلویش روزنه ای نبود که دنیای خارج را ببیند، صدا و هم همه و آهنگ دایره و بوق و کرنا و دهول افشاریا را می شنید و آرزو می کرد آنچه لحظه قبل از آن روزنه می دید واقعیت داشته باشد. در این اثنا صدای باز شدن در زندان را شنید و روشنی به درون آنجا تابید. چشمش به ابراهیم پسرش و همراهان او افتاد، تصور نمود می خواهند برای آنکه شلاقش بزنن او را ببرن.
اما ابراهیم سراسیمه خودش را به جلوی او رسانده و فریاد زد: پدر جان، غصه نخور، نصر همه ما را نجات داد. آن وقت به طور اختصار وقایع کپکان را برایش نقل نمود. چون به جمعیت و تماشاچیان رسیدن، همان کسانی که لحظه ای قبل با نظر خفت و خاری به اون نظر می نمودن برایش راه باز نموده و همه جا احترامش می کردن. همین که به مقابل نظر رسید و بابا علی بیگ او را بدید، دویده در آغوشش کشید و همان لحظه دخترش را طلبیده و گفت: امام قلی خسته و مانده است، او را با زنش ببر در قلعه استراحت کنن، از آنها کمال مواظبت را بنما. اما گوهرشاد تمام توجهش به نظر بود و نمی دانست در وجود آن جوان چه اثری است که آنطور شیفته و فریفته او گشته. او دلش می خواست در عوض امام قلی و زبیده، او مهماندار نظر بود و در میان صدها جوانان ثروتمند و رشید ایل تا آن لحظه کسی را دوست نداشته بود. اما نظر همانطور بر روی اسب نشسته و جمعیت در اطراف او حلقه زده بودند. هنوز داس خونالود او به عقب زین اسبش آویزان بود و آستینهایش را بالا زده و با نهایت وقار دهنه اسب را در دست داشت و با آنکه همه همراهانش پیاده شده بودند، او مایل بود که بر روی اسب خود سوار باشد. فرامرز با نظر اطمینانی به او نگریست و یقین داشت که نظر از آدمهای عادی نیست. عاقبت بابا علی بیگ از نظر خواهش نمود که به زیر آمده برای استراحت به چادر او که تمام سران و ریش سفیدان ایل افشار حضور داشتند داخل شود. نظر اسب خود را به مقابل چادر بسته و به اتفاق فرامرز به چادر بابا علی بیگ ورود نمودند. همه ی حاضران از دیدار فرامرز تعجب کرده و هیچ کس نمی دانست آن شخص چه نسبتی به نظر دارد. فرامرز خودش را معرفی نمود و تمامی حوادث دوشینی را بیان کرد. سپس به نظر اشاره نمود و گفت: آنچه بر من مسلم و یقین گردید، در تمام خاک ایران جوانی به این رشادت و دانایی وجود ندارد و در این حقیقت نام با مسمایی دارد و نادر دوران است. بابا علی بیکی گفت: سخنان تو را تصدیق دارم و بعد از این بایستی او را به نام واقعی خودش نادر بخوانیم، بلکه به واسطه شجاعت و دلاوری که از خود بروز داده او را نادر بیگ خطاب کنیم. همه ی حاضرین با هم هم صدا گفتن آری او لیاقت این اسم را دارد و با هم به اتفاق صلوات فرستادن و برای این اسم گذاری بابا علی بیگ دستور داد که شربت بیاورند. هر کس چای نادر بود از این احترامی که نسبت به او به عمل آمد به خود میبالید و سیمایش تغییر میافت. اما اندک تغییری هم در چهره او ظاهر نگشت، بلکه جوانی که نامش صفی و جزو اسیران ازبک ها بود و همیشه مانند خدمتگزار در عقب سر نظر می ایستاد، به نزد خود طلبید و به او گفت: زین اسبم را بیاور. صفی در حال تردید به بابا علی بیگ نظر کرد و او گفت: البته فرمانش را انجام بده. با صفی پرسید: آیا سری را که هم به قربوس زین آویزان است بیاورم؟ همه ی حاضرین به فکر فرو رفتند و نمی دانستن چه بکنن و نادر با صدای درگه و بلندش گفت: این سر را با سایر سرها به کنگره های حصار قلعه باید آویزان کنید. این فرمان و حکمی را که اونمود بیاندازه مورد پسند خاطر افشارها قرار گرفت و همه هم صدا آفرین بر او خواندن و گفتند: برای آنکه راهزنان و غارتگران خارجی عبرت بگیرند و بدانند کسانی که بخواهند با ایل افشار تخطی و تجاوز نمایند اینطور سزاوار مجازات هستند. صفی به خارج چادر رفته و چون زین اسب را بیاورد، نادران را گرفته به زمین گذارد و خودش بر روی آن بنشست. در حقیقت با این عمل توانست در نشستن بر دیگران، حتی رئیس ایل که قامتی بلند داشت، برتری داشته باشد. نادر هیچ اهمیت به تفاوت سن و سال خود با سایری نمیداد و مثل این بود که سالها تمشیت و فرماندهی داشته و هنوز هزاران کارهای مهم در نظر دارد که باید انجام دهد.
در واقع اصلا خلق شده که فرمانده باشد، چون ملازمین افشار که همیشه در جلوی رئیس ایل دست به سینه به حالت ادب می ایستادن، جامهایی پر از شربت شیره انگور و آب ریواس را با هم مخلوط کرده و در جلوی حاضرین گذاردن. نادر قلی‌بک شروع به سخن گفتن نمود و گفت: شکی نیست که ازبک ها از کشتاری که از آنها شده آگاه می شوند و در صدد تلافی و انتقام برمی آیند و ای بسا تا چندی دیگر مانند مور و ملخ ما را محاصره کنند. بایستی قبل از آن که به سر وقت ما بیایند خود را حاضر و آماده کنیم. بابا علی بیک مانند کسی که در خواب باشد و بیدار گردد از این سخنان جنبشی نمود و گفت: آری این طور است، عنقریب هزاران ازبک به اینجا هجوم می نماین، اما ما از جهت نفرات هر اندازه آنها زیاد باشند با آنها قوه مقاومت داریم. فقط چیزی که ما را در مضیق انداخته نداشتن اسلحه است و چندین دفعه من تقاضای تفنگ نمودم. متاسفانه تا به امروز توجهی نشده و باید به فوریت چند نفر را برای دریافت اسلحه به پای تخت بفرستیم. البته نادر بیک هم باید در این سفر شرکت کند و به حضور فتح‌علی خان وزیر شاه برسد. بایستی خود را بشناساند و البته چون به شجاعت و دلاوری نادر بیک آگاه گردد، او را به نزد شاه سلطان حسین معرفی می نماید و موجب افتخار و سربلندی ایل افشار می شود. نادر بیک این دستور را پذیرفت و باطنن از این پیش آمد بسیار خوشنود شد و از این اقبالی که بابا علی بیک به پدرش و خود نادر کرد همه خوشنود و راضی بودند، به جز دو نفر یعنی قلیچ خان و ایرلوی که هر دو نفر از خواستگاران گوهرشاد دختر بابا علی بیک بودند. هر کدام از آنها آرزویشان این بود که مورد توجه رئیس ایل قرار بگیرند، اما به خوبی احساس می نمودند که نادر بیک با آن که پدرش پیر و فقیر و تهی دست بود و خودش تا آن لحظه پسرکی چوپان بیشتر نبود، جای آنها را می گیرد. به همین خاطر آن دو در اندیشه و انتظار فرصتی بودند تا رقیبی را که در جلوی آنها پا گذارده معدوم و هلاک سازند. فصل پنجم، شاه در خلوت. در میان اتاقهای متعدد و مختلف اندرون شاهی، اتاق مخصوصی هم برای عبادت شاه اختصاص داده شده بود و این اتاقی که خالی از هر گونه زینت و تجمل بود به منزله مسجد اندرون شاهی محسوب می شد. وقتی که شاه سلطان حسین می‌خواست به این اتاق وارد شود، کفش‌های خود را قبلاً درآورده و سپس بر روی سجاده‌ای که مخصوص ادای نماز بود تنها می‌نشست و گاهی مدت این خلوت و تنهایی چند ساعت طول می‌کشید. شاه بی‌اندازه از مرگ وحشت داشت و تمام توجهش بروز حشر و حساب بود و در عالم خیال آن روز را به خاطر مجسم می‌کرد و از وحشت و دهشت می‌لرزید و دست‌ها را بلند نموده و از درگاه خداوند آمرزش خود را می‌خواست. وقتی که به خاطرش می‌گذشت که او را زیر صدها هزار خروار خاک تنها و یکی در دل خاک لخت و اور می‌خوابانند و خوراک جانوران و خزندگان مختلف باید شود، چنان زارزار می‌گریست که اگر کسی بر احوالش آگاه نبود تصور می‌کرد که عزیزی از نزدیکانش مرده است. این رسم و رفتار شاه معمول همه ساکنین اندرون شاهی شده بود. محمود میرزا و صفی میرزا و طهماسب میرزا، پسرهای ارشد شاه، هم به پیروی از پدر تاجدار خود از آمیزش و رفت و آمد محروم بودند. در واقع به جای آشنایی با اسب و اسلحه و جنگجویی از محیط زندگی واقعی دور ماندند. چنان در زهد و پرهیزکاری راه افراطی را می‌پیمودند که حتی از ریختن خون حیوانات هم ابا داشتند. این روش و رفتار که در خور صومعه نشینان بود، کار استقلال مملکت را زار نموده و سقوط صفویه را فراهم می کرد. از اطراف یاغیان کشور سربلند می کردن و هر کسی زمزمه ای داشت و عده‌ای مفخور بیکاره به عناوین مختلف اطراف شاه منزوی و خرافاتی را گرفته بودند.
آنها به جای آنکه او را از اشتباهاتی که می کند برحذر کرده و آگاه نمایند با تملق و چاپلوسی ترغیب و تشویق می کردند که شاه سلطان حسین نه تنها خودش را گرفتار خرافات و موهومات نکرده بلکه پسران و جانشینان خودش را هم جفت خود کرده و از هر گونه تعلیم و تربیتی محروم نگاه داشته بود. تنها در آن میانه کسی که دلسوز بود و با فعالیت و کوشش سعی می کرد که این ضعف و سستی شاه را پرده پوشی کند و از متلاشی شدن سپاهیان جلوگیری نماید فتح‌علی خان وزیر بود. اما مغرضین در پنهانی از او متصل نزد شاه سعایت می نمودند به نوعی که شاه کمتر مایل به ملاقات وزیر خود می شد و قلباً از او مکدر بود. دنیای کتاب صوتی.